طرح داخلی پژو 206 که شامل این مباحث می باشد دارای توانایی کنترل سیستمی بالا بوده و برای کاهش صداهای اضافی داشبورد به صورت یک واحد مجزا بر روی یک اسکلت فلزی محکم نصب شده است. جلو داشبورد روی دو ستون و در سوراخ مرکزی توسط یک میله داخل اتاق نصب شده است و داشبورد توسط اسکلت فلزی به بدنه متصل می شود. این عضو صلیبی یا دیاق تلسکوپی فرمان را که به صورت توری قابل تنظیم است نگه می دارد. قسمت پایین تلسکوپی فرمان تشکیل شده از یک چهارشاخه که در صورت تصادف و جابجایی بیش از 100 میلیمتر خراب می شود. در زمان باز کردن قطعات یا بست‌ها باید از خرابی سطح آنها محافظت شده و حتما از کاردک پلاستیکی استفاده شود. همیشه قبل از انجام کارهای الکتریکی باید اتصالات باتری را جدا کرد. صفحه نشان دهنده ها تلسکوپی فرمان را تا حد امکان پایین بیاورید. قسمت جلو آمپر را بالا برده و میله رگلاژ تلسکوپی را بیرون بکشید. مجموعه نشان دهنده ها توسط یک پیچ به داشبورد متصل شده است. سوکت ها را درآورده و نشان دهنده ها را از جای خود خارج کنید. در زمان جا زدن مطمئن شوید که قسمت بالای جلو آمپر درست در جای خودش قرار گرفته است. مجموع کلیدهای داشبورد در سمت چپ فرمان را بالا آورده و سوکت ها را جدا کنید. جعب فیوز داخل اتاق برای دسترسی به فیوز ها باید درب جعب فیوز زیر داشبورد را بیرون آورد. این فیوز ها روی سه ردیف چیده شدند. دو صفحه فیوز بالایی توسط دو پیچ و دو پین پلاستیکی نصب شده است. این صفحه فیوزها قابل جدا شدن از دسته سیم نمی باشند. آنها شبیه اتصالات داخلی هستند که مستقیماً به فیوزها بسته شدند. با درآوردن جعبه فیوز می توانید تجهیزات اضافی برقی به آن اضافه کنید. در قسمت پایین BSI توسط یک پیچ نگه داشته می شود. BSI توسط 5 سوکت به دسته سیم متصل شده است. توجه: برای عبور دسته سیم‌های اضافی وسط تکیه‌گاه تلسکوپی فرمان، یک سوراخ تعبیه شده که با درپوش مسدود گردیده است. کنسول وسط قسمت بالایی داشبورد را درآورده و سوکت فلاشر را خارج کن. این کار سبب دسترسی آسان به واحد نمایشگر مرکزی می شود. سه نوع نمایشگر در دسترس می باشد. ساعت، نمایشگر چند منظوره برای بهترین تنظیم رادیوی خودرو، نمایشگر چند منظوره برای سیستم هدایتی یا راهبردی. آنها به وسیله دو پیچ در جای خودشان نگه داشته شدند. آنتن GPS را جدا کنید و اتصال آن را قطع کنید.
دو نوع رادیو موجود است. مدل 2030 با کنترل سر خود، مدل 2040 با کنترل از راه دور. با پیچ‌گوشتی باریک دو عدد خار رادیو پخش را فشرده و آن را خارج کنید. کنسول مرکزی به وسیله دو عدد پیچ نگه داشته شده است. سپس به دقت سوکت آنتن و سه سوکت دیگر را جدا کنید. این کار سبب می شود دسترسی به بخاری و فن آن آسان گردد. در زمان جا زدن رادیو پخش دقت کنید که دو خار دو طرف به سمت داخل فشرده شده باشد و در آن حالت رادیو را در جای خود قرار دهید. تلسکوپی فرمان. برای باز کردن مدول کیسه هوا، دو بسته عقبی را شل کرده و غربیرک را باز کنید و سپس دو سوکت آن را جدا کنید. پیچ اتصال غربیلک به میل فرمان را باز کنید. قبل از درآوردن غربیلک فرمان با ماژیک موقعیت آن را روی میل فرمان علامت گذاری کنید. درب جعبه فیوز پایین را بردارید. دو پیچ قاب دور فرمان را باز کنید. قاب بالایی را بیرون بکشید. سوکت سویچ رادیویی را از روی تلسکوپی فرمان باز کنید. سوکت لامپ ها و شیشه شور را بیرون بیاورید. سوکت آنتن را باز کنید. اتصالات ایربگ، بوق و قفل فرمان روی نگهدارنده پلاستیکی را باز کنید. انتهای سوکت قفل فرمان را از جعبه فیوز جدا کنید. بست کابل‌ها را از قاب پلاستیکی آزاد کنید. قسمت آخری در دو نقطه روی تکیه‌گاه تلسکوپی نگه داشته می‌شود. ابتدا دخار را توسط پیچ‌گوشتی آزاد کرده، سپس قاب را از روی تلسکوپی باز کنید. پیچ چهارشاخ میل تلسکوپی فرمان را باز کرده و آن را آزاد کنید. دو عدد پیچ و مهره را بردارید و تلسکوپی را به دقت بیرون بکشید. هنگام جا زدن تلسکوپی فرمان، پیچ‌ها و مهره‌های محافظ یا نگاه‌دارنده را محکم کنید. مکانیزم تنظیم فرمان را باز کنید تا نگاه‌دارنده آزاد شود و مطمئن شوید که روی پایه صلیبی شکل به طور صحیح قرار گرفته است. مهره‌ها را با گشت‌آور صحیح سفت کنید. مکانیزم تنظیمی را قفل کنید. سپس پیچ‌های پایین را با گشت‌آور صحیح سفت کنید. کار روی سیستم تهویه. خودروی 206 دارای یک بخش تهویه در مرکز داشبورد است. این سیستم معمولاً در خودروهای 206 با فرمان سمت راست نیز مشترک است و اجازه نصب یک داشبورد بزرگ را می‌دهد.
سوکت سیستم فنراه با چرخش 45 درجه در جهت عقربه‌های ساعت جدا کرده و فن تهویه را بیرون بکشید. هنگام جا زدن دقت کنید که به شفت موتور خسارتی وارد نشود و کابل آن درست جا زده شود. مقاومت‌های کنترل سرعت فن بخاری در مسیر کانال ورودی هوا قرار گرفته که مستقلاً قابل برداشتن است. کنترلر هوای ورودی را در وضعیت ریسایکل قرار دهید. دست خود را از کانال باز شده وارد کرده و نگهدارنده مقاومت را بدون پیچش آن گرفته و سوکت را بردارید. همچنین سنسور اواپراتور در همان فضا قابل دسترسی است. جعبه داشبورد. محور داشبورد روی دو عدد پین واقع شده است. سی دی رام درایور را برداشته و سوکت آن را جدا کنید. نگهدارنده ی ریموت کنترل را باز کرده و لامپ جعبه داشبورد را باز کنید. نگهدارنده توسط 3 عدد پیچ نگه داشته شده است. 6 عدد پیچ اطراف داشبورد را شل کرده این کار امکان دسترسی به ایربگ سمت شاگرد را می دهد. دخار نگهدارنده را فشار دهید و سپس اتصالات را جدا کنید. باز و بست داشبورد. پانل پشت ترمز دستی را باز کرده و پیچ عقب آن را بردارید. از کنار ترمز دستی بخش شامل کلیدهای برقی را جدا کرده و مهره مربوطه اش را باز کنید. قالب پلاستیکی را از دست دنده جدا کرده، دست دنده را 45 درجه چرخانده و آن را به سمت بیرون بکشید. جاسیگاری را برداشته و سوکت چراغ آن را جدا کنید. پانل کوچک جلوی دست دنده را برداشته و 2 عدد پیچ آن را باز کنید. برای باز کردن کنسول مرکزی 2 امکان وجود دارد. صندلی سمت شاگرد یا مسافر جدا شدنی است. تشک صندلی را برداشته و با بالا بردن ترمز دستی کنسول را از سمت عقب بلند کنید. چراغ جاسیگاری را جدا کرده و کنسول مرکزی را بردارید. صندلی ثابت باشد. در این حالت ضروری است 3 عدد مهره را از اطراف ترمز دستی برداشته و آن را به بیرون از محلش حرکت دهید
و سپس عقب کنسول را کمی بلند کرده تا بتوان چراغ جاسیگاری را جدا کرد. سپس کنسول مرکزی را برده. کنسول مرکزی و حفاظ پانل و خود پانل را برده. درب جعبه فیوز را برداشته و سوکت مشکی رنگ مربوط به سیستم تهویه را بردارید. تلسکوپی فرمان را بردارید. کابل زرد رنگ منفی را باز کنید. چهار پیچ مربوط به کنسول تهویه را باز کنید. دو عدد ضامن کنسول را عقب کشیده. سپس سه عدد پیچ نگهدارنده بخش تهویه را نیز باز کنید. داشبورد در چهار محل دارای پیچ است. یک پیچ در محل پشت آمپر، یک پیچ در محل تونل مرکزی ورود هوا، دو عدد پیچ در طرفین ستون جلو. برای برداشتن پیچ های طرفین بایستی صفحات بغل داشبورد باز شوند. لازم به تذکر است که در اینجا مجموعه درپای جلو در طرفین باید باز باشد. هنگام باز کردن پیچ‌های سمت شاگرد، سوکت آنتن را جدا کنید. پیچ‌ها را باز کنید. داشبورد را توسط یک نفر کمکی از سمت راننده خارج کنید. موقع سوار کردن بایستی کابل‌های حسیری سالم باشند تا از مشکلات الکتریکی بعدی جلوگیری شود. داشبورد شامل سه عدد نگهدارنده و راهنما برای نصب صحیح داشبورد است. که در طرفین نیز شامل دو عدد پین می باشد. پیچ‌ها را با مقدار گشتاور صحیح سفت کنید. تست عملکرد سیستم. وقتی که داشبورد بسته شد، تمامی سیستم‌های برقی را از نظر عملکرد صحیح تست کنید. اطلاعات تمامی نمایشگرهای روی دیسپلی را به روز کنید. برای تنظیم ساعت از دو کلید سمت چپ و راست استفاده کنید. برای نمایش اطلاعات مختلف رادیو از دکمه سمت چپ استفاده کنید. سپس جهت تنظیم آنها از دکمه سمت راست استفاده نمود. برای تنظیم رادیو و کد آن از کلید پری سلکت استفاده کنید. اگر سیستم راهبری در آن نصب است، توسط ریموت کنترل منوی اصلی آن را آورده، گزینه دیسپلی کانفیگریشن را انتخاب کرده، تاریخ و زمان را تنظیم کنید. و توسط کلیدهای مثبت و منفی و مشاهده مقادیر تنظیمات را انجام دهید. با وجود طراحی ساده اما پیشرفته، کار بر روی پژو 206 آسان و سریع است. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید.
زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.